مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. تالار رودکی و سنجری که با دستانش تصویر عشق را معنا می کرد. ما نسل سرکشی بودیم، از رودکی و بونصرش تا مولیان خسته سفر می کردیم. گاهی با بتهوون از بستر دانوب تا شهرهای دور مجارستان پرواز کرده بودیم و با شکوه منظر ایران از آشنای مدرسه پرسیدیم. یک سو رضا و پنجه گرمش همراه مجتبی با کوچه های کرمانشاه می رفتیم. اصغر چون میزبان ما می شد، شعر و سرود و پرتو و آواز دلهای نسل عاشق را پیوند داده. فردا خوشنام تا قصر دشت، شبهای ساز دلکش و بانو الهه را در بانگ پرشکوه بنان، مرزی و قوامی در شامگاه شیرازی، در جان و در جهان تو و من پرواز داده. دیشب الهه بانو گفت محمود پرکشی، تصویر خنده‌ای خاموش یخ زد به روی لبهایش. جشن هنر تالار رودکی، دولت سرای زیبایی خاموش و سرد، ساز شکسته‌ای در پشت خاطرات، انبان درد بود وقتی محمود بر بام شب خاموش. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 15 ماه مارس 25 اسفند. محمود خوشتاب هم از بین ما رفت. نازنین مردی همه عمر رو در راه موسیقی و هنر گذاشت. یادم نمیره اون تالار رودکی بعضی شبها که لطف میکرد ما هم دعوت میکرد، وقتی میرفتیم شیک با اون لباس تمام رسمی انتظار میکشید و از ما استقبال. آدمی که تا آخرین لحظه عمرش کار کرد. من حتی میدیدم خیلی خسته است، شکسته، اما همچنان از موسیقی میگه. یک روز تو این تلویزیون، جای دیگه، ایران فردا، در حال حضور او در کنار بانوی نازنینش الهه که فوق‌العاده من بهش ارادت دارم و دیشب صداشو که شنیدم این خش خستگی و تلخی و تنهایی. محمودش رفت. محمود همه ما رفت. محمود نازنین مردی بود از اون آدمایی که دیگه تکرار نمیشن. یعنی واقعا شما وقتی فکر میکنی اینا کجا دیگه تکرار میشه؟ محمود خوشنام هم مجله در بود، روابط عمومی تالار رودکی مدیر اونجا بود، به موسیقی کلاسیک علاقه من بود ولی موسیقی ایرانی رو عاشقانه دوست داشت. و من همه اینا رو فکر میکنم، میبینم جای اینا کی اومد، کی نشسته جای موسیقی، کی نشسته جای سینما، کی نشسته جای هنر، نقاشی. من الان فکر میکنم که تاها بهبهانی با پرنده های فلزی و پرنده های نقاشیش در خلوتش چی میکشه. گفتن نمایشگاه گذاشتن در نمیدم سالن فلان. تقلید ناشیانه کار پرویز تناولی،
کار پرویز درخشان بود، کار محمد احسایی درخشان بود، خط و زیبایی و خط و نقاشی. بعد اون گوش گذاشتن آه این 5 میلیون، این 30 میلیون. دکونه بازار شده همه چیز. اون مال نمایش‌های تلویزیونیمون که آقایون مورد محبت مقام معظم رهبری و خانواده چه پولایی میگیرن، دوره همی میذارن، چه دوره همی. اون یکی رفیقمون میره در اصلا اشکال نداره برو آقا جان واکسن تو بزن، ولی تو رو حضرت عباس که اگه اعتقاد داری جایزه تو به امام زمان نده. تو باور داری؟ بریم یک کلیپی بهتون نشون بدم راجع به پولهایی که امسال بنیاد فارابی در سال کرونا که هیچ خبری نبوده فیلم نبرمیشه، پولهایی که داده به نور چشمیان. اون وقت خوشنام بعد تو آلمان در خستگی و غربت خاموش بشه. نگاه کنید. فکر میکنید در سال شروع کرونا بساط حمایت دولت از فیلم‌های سینمایی جمع شده؟ اشتباه میکنید. گزارش مالی بنیاد سینمای فارابی سرشار از اعداد و ارقام ریز و درشت پرداخت به سینماگرهای مشهور و گمنامه، از فیلمسازهای همیشه محبوب نهادها و ارگانها تا کارگردانهای به اصطلاح مستقل. فارابی چند ساله که این گزارش سالانه رو منتشر میکنه، اما امسال که تقریبا فیلمی اکران نشده و کرونا سکه رایج همه بازارها بوده، دیدن جزئیات سفره رنگین فارابی یک کمی شوکه کننده است. مثلا در بخش حمایت از تحقیق و نگارش فیلمنامه 200 میلیون تومان به مسعود جعفری جوزانی برای نوشتن فیلمنامه یعقوب لیث صفاری پرداخت شده، یا علی فرقانی و مرتضی اصفهانی برای فیلمنامه‌ای به اسم فرار از زندان 150 میلیون تومان پول گرفتن. در بخش حمایت از فیلمنامه فقط در سال 99 فارابی نزدیک 2.5 میلیارد تومان پرداخت کرده. اما در بخش حمایت از تولید فیلم ارقام خیلی درشت داره. فارابی در سالی که گذشت بیشتر از 20 میلیارد تومان پول به پروژه‌های سینمایی تزریق کرده به اسم مشارکت در تولید. مثلا فیلم یدو که جایزه بهترین فیلم جشنواره فجر امسال رو گرفت 2 میلیارد و 100 میلیون تومان پول گرفته، یا به فیلم خبرساز دیگه جشنواره امسال یعنی زالاوا بیشتر از 1 میلیارد و 100 میلیون تومان پرداخت شده. جالب این که فیلم نگهبان شب رضا میرکریمی که تولیدش یک دو بار عقب افتاد و الان در مرحله فیلم برداریه تا حالا 1 میلیارد و 400 میلیون تومان از فارابی بودجه گرفته، یا مجید برزگر برای تولید فیلمی به اسم بیرو در سال 99 بیشتر از 1.5 میلیارد تومان دریافتی داشته. لیست مشارکت فارابی طولانیه و چندین پروژه هم با عنوان دفاع مقدس ارقام میلیاردی از فارابی گرفتن. یک سرفصل دیگه گزارش مالی فارابی حمایت از تولید مشترک فیلم سینمایی با دیگر کشورهاست. توی این بخش بهرام توکلی که فیلم‌هایی مثل غلامرضا تختی و تنگه ابوغریب را ساخته، برای نوشتن فیلمنامه فیلمی به اسم اقبال لاهوری 200 میلیون تومان ناقابل از بنیاد فارابی دستمزد گرفته. در لیست اومده که این فیلم قراره با مشارکت پاکستان ساخته بشه، اما اگر هم ساخته نشود زیاد تعجب نکنید. بالاخره فیلمنامه‌ای نوشته شده و پولی داده شده و تهش اینه که این فیلمنامه میره توی کمد. بله. ملاحظه فرمودید میزان پرداختی ها رو. خب همه میزان پرداختی ها رو آدم یه خود تأمل بکنه، فکر کنه اگر هنرمندانی که واقعا شایسته هنر، هنرمندانی که اعتبار و جایگاه هنری رو میدونستن چیه، قدر میدونستن، اگر برای اونا ارزش قائل بودن، حکایت ما خیلی فرق میکرد تا این روزگاری که من خیلی دیشب این خبر محمود خوشنام منو خیلی آزار داد. به هر حال میتونه سرنوشت همه ما باشه، یه چیز ساده ای نیست، همه ما میتونیم دچار چنین سرنوشتی در غربت باشیم. به هر روی عزیزان این نکته رو براتون بگم که الان یک باره تمام این آقایون حاج عزت و حاج حسین و حاج حسن با بوی انتخابات ریاست جمهوری همه در این اندیشه افتادن که اینا چه آدم های مبارزی بودن، اهل هنر بودن، چقدر به هنر خدمت کردن. حاج عزت یادتونه که در زمانش صدا و سیما به چه روزی افتاد،
حالا بعدی ها بدتر از اون بودن، باز همه میگفتن صد رحمت به حاج عزت. اون تا حاج عزت با کردان و با اون دار و دسته اون پشت که داشتن پولهای عجیب غریبی برد. حالا در آستانه انتخابات حاج عزت داره میگه چجوری با سانسور مبارزه کرد. یادتون باشه اگه شما دوتا فیلم خوب دیدید، از تصدق آزاداندیشی و آزادمنشی حاج عزت زرقامی بود. نگاه کنید، من اصلا چرا من روتوسکوپی آوردم داخل پرانتز؟ روتوسکوپی ابتکار خاص زرقامی بود برای مبارزه با سانسور. میشه توضیح بدید برای مخاطبان خیلی جالبه سانسور چی بود؟ ببین شما یه خورده برو مردم هستن، ببین مردم میخوام بشینن فیلم سینما یه خورده گوش میکنم یه بابا گور پدر این خط اون خط، امشب بزنیم تایتانیک و تلویزیون نشون میده، نمیدونم بفرمایید که کینگ کونگ نشون میده، ها اینا فیلم های مثلا مطرحی بود که قبلا که من اینا رو نشون دادم هیچ کدوم قابل پخش نبود. یعنی فیلمایی که بفرمایید که زن یه لباسی تنشه که این لباس قابل این لباس شما پوشوندید، اجازه بده قبل از من چیکار میکردن؟ خب این خیلی خوبه داشتن. قبل از من چیکار میکردن؟ نه آواژور مال من دیگه، آواژور افتخار منه، مال شماست. ببین حالا شما اگه میخوای بری آواژور افتخار منه تیتر کنی، نه من کاری به اون ندارم، ولی استدلال منو بشنو، اتفاقا به من بگو اصلا من درست میگم یا نه. من اومدم به جای اینکه کل اون صحنه رو حذف کنم، قبل از من چیکار می‌کردم؟ میگفتن آقا زنه لباسش ناجوره، هیچ کار نمیتونیم بکنیم و اصلا صحنه رو، اصلا اون سکانس رو حذف کنیم، یا مضمون عوض می‌کردن اصلا، نه لباس فعلا من محتوا که هیچی. زمان آقای محمد هاشمی به درستی مثلا مستندای چگوارا نشون میدادن داره تو جنگل میره با همراهش، هی میگه برادر توکل به خدا، برو شو توکل به خدا. خب نه حالا مضمون یه سری کارتونای ایام محتوا، آره مضمون هم همین تو طرف مثلا معشوقه‌اش بهش میگن خواهر منه، اون ابن حالا اون که هیچ، من دارم لباس رو میگم درست، که این لباس باعث میشد یا سکانس حذف بشه یا می اومدن قیچی میکردن یه دفعه نشون میده زنه مثلا از این چونه داره حرف میزنه، آبروریزی بود، یا اصلا میگفتن آقا ما این فیلمو نمیتونیم نشون بدیم. زرقامی اومد مبارزه کرد با سانسور، گفت همه اینا رو میتونیم نشون بدیم، هیچ مشکلی نداره، فقط ما هوشمندانه یه کار فناورانه بسیار خوبی انجام دادیم، آموزش دادیم، گفتیم آقا این زنی که لباساش ناجوره یه لباس خوب متناسب با همون سیستم، اصلا ما طراحی لباس متناسب با اون میزانسن کردیم، الکی نبود یه چیزی تنه یکی بکنیم، آوردیم گفتیم آقا این صحنه نباید هست بشه، دیالوگ داره، ارتباط باید برقرار کنه با مخاطب، شما بیا این لباس رو تنش بکن. این روپو این معجزه‌گر اومد چگوارا میگه به امید خدا اینو تبدیل کرد که لباس خوب درست کردیم، مثلا تن هنرپیشه خارجی لباس رو در بردیم ما یه لباس تنش کردیم. آخه میزان شارلاتانیزم و حق بازی، بابا مردم میفهمن، مردم ماهواره میبینن، تلویزیون خارجی رو میبینن، همین تلویزیون ترکیه، رجب طیب سینه میزنه دنبال اسلام ناب انقلابیه نوع سنیش، ولی تلویزیون های ترکیه آزادانه، تلویزیون های عراق، حتی افغانستان، اون وقت اینا دردشونه که زنه لباسش کجه یا راست. خب اینا حالشون میخواد ریاست جمهوری بده، آقای روحانی هم وقتی که تبلیغ میفرمودن صحبت از معجزاتی میکردن که در مرکز تحقیقات استراتژی در مجلس اول انقلاب ایشون اومد خواستار نابود کردن ارتش شد، مگه میشه این آدم از یاد ببره؟ الانم بازیشون نابود کردن ارتش، وحشتی که اینا از ارتش دارن خیلی زیاد، هم سپاهشون وحشت داره از ارتش، هم سید علی آقا، هم بقیهشون. درست سالی مش از این فرمانده ها رو آورده عبدالخیالی گذاشته که نم بیا سینه بزنن، اما حبیب سیاری حرف خودشو میزنه، اما بچه های ارتشی هستند که دلاورانه حرف خودشونو میزنن. چرا منصور ستاری سقوط کرد هواپیماش؟ بپرسید چرا اونو کشتن؟ در حال این نقشه ایست که اینا دارن برای از بین بردن ارتش. اما یه نکته براتون بگم، تولد رضا شاه 24 اسفند
اون خیابونی که دم دانشگاه میمدیم دور بهش پر از این ساندویچ فروش ها بود، زور با بچه ها میمدیم ساندویچی میخوریم را میتونیم، اصلا توجه نشتیم 24 اسفند یعنی چی. تولد رضا شاه کبیر، مردی که ایران ویران در هم شکسته رو نجات، مردی که ایران نوین رو ساخت، مرد بزرگ. این تولد دقاران پیدا میکنه با چی؟ با تولد یک انسانی که در موسیقی مدرن ما خودش انقلابی کرد، تحول ایجاد کرد، اسفنجان منفردزاد که همه ریشام سفید شد. اسفند عزیزم، عمری با هم دوست بودی و زندگی کردیم. برات یه بار گفتم مارینا هنرپیشه فیلم بیگانه بیای مسعود کیمیایی، فامیلش جان بولاد بود، مثل جون بلاد. من خیلی علاقمندش هم پرسیدم، پدرش از ارتدوکس های اوکراین بود، بعد اینا با مادرش مهاجرت کردن به ایران و مارینا هم در ایران متولد شده بود و از ازدواج ناکامش هم یه دخترکی داشت که بعدن یکی از هنرپیشه ها و بازیگران صحنه شد و مانکن خیلی معروفی در هلند شد. مارینا یک چند هم همسر ولی جنبلان. شبی که اومدن نامزدیشون بود ما هم رفته بودیم و خیلی هم برای من جالب بود که ولید بی سر و صدا اومد قوم و خویش چند نسل پیششو گرفت و با هم به لبنان رفتن. ولی بعد از کشته شدن کمال جنبلات که خیلی مارینا رو دوست داشت از هم جدا شد. به هر رو پدرش فوت کرده، اتومبیلی من داشتم پیکان جوانان که خیلی دوستش داشتم، با مسعود کیمیایی و اسفند تو ماشین نشسته بودیم و مارینا میرفتیم سر خاک پدرش، گورستان روس ها میگفتن. توی راه این اسفند دستش رو از ماشین من میبرد بیرون و محکم میزد به در. همه خیک میهم تصادف کردیم، یکی بهمون زده، یکی دو دفعه این کارو کرد. شیطنت های غریبی داشت اسفند عزیز. درود بهش میفرستم، تولدش مبارک باشه. و امروز حالا دقایقی بعد در میان برنامه آهنگی از او رو خواهیم شنید و ترانه ای رو که فرهاد نازنین. به هر حال حالا آقای سید علی خامنه ای، مقام معظم رهبری، اهل بیت، فامیل، قوم و خویش، سید محمد آقا و خانواده، آقا هادی و خانواده، همشون خلاصه بعضی خانم و غیره، همشون فایزر زدن، بعضیش هم آکسفورد زدن، واکسینه شدن. بقیه مردم رها، پادشاه اردن که اینا بهش میگن طاغوتی، این مرد نازنین که وقتی پادشاه شد خیلی غیر چیز بود، باور بود، برای اینکه عموش امیر حسن 35-40 سال ولیعهد بود، ولی ملک حسین اینقدر عاقل بود که میدونست اگه برادرش بیاد فردا میده تو بغل اسلامی ها و مملکت به باد. اینه که 5 روز قبل از مرگش پاشو در امریکا بیمارستان اومد اردن، وصیت کرد و ولیعهدی عبدالله رو اعلام. از همون روز اول ما اتفاقا اردن رفته بودیم، با جمال رفتیم یه دور، راننده تاکسی رو میگفتن برامون که آقا واسه نمیده، یه دفعه مسافر سوار میشه روشن پیزه، بعد پیاده که میشه میفهمی که پادشاه. از این کار زیاد میکنه. یکی از بیمارستان اردن به علت حالا کمکاری و مشکل جای بسیار نامناسبی شده برای بیماران مبتلا به کووید 19، به کرونا. پادشاه پا میشه خودش میره. شما این تصویرها رو ببینید، شرم بر جمهوری ولایت فقیه با حکومت اسلام ناب انقلابیشون، و نگاه کنید به این مردی که رهبر اردنه و عاشقانه دوستش دارن و تو این بحران ها بدون پول، بدون امکانات، بدون کمک سر پا ایستاده و ملت هم عاشقانه دوستش دارن. نگاه
وزیر بهداشت و رئیس بیمارستان بعد از حرفای سنگینی که از پادشاه شنیدن استعفا داد. اینو میگه مملکتی که با همه مشکلات میمون. ما فکر کنید اسرائیل کنارتون باشه. خیلی جالب اینو براتون بگم. چند روز قبل آقای نتانیاهو قرار بود بره به امارات عربی متحده. چون بی حرمتی به ولیعهد اردن کردن. ولیعهد اردن رفته بود بره بیت المقدس رو دیدار بکنه. پسر ملک عبدالله. و در موقع که عبور کرده بودن برن اون طرف، اسرائیلیا ایراد گرفته بودن و راجب تعداد و نفرات و روزنامه نگاره که باشون بود ولیت برگشت. این بی‌حرمتی رو نپذیرون. با وجود روابط دیپلماتیک هم داره. به هواپیمای نتانیاهو اجازه عبور روی اردن رو نداد. در نتیجه سفرش به امارات لغو شد. و این ضربه ای. اینو میگن سیاست مستقل ملی. نه اینکه بگی مرگ بر آمریکا، بعد یواشکی لابیت بره اونجا دختر آقا جواد و دختر آقا حسن و دختر پسر آقا محمد و آقازاده سید حسین و اینا برن اونجا برای لابیگری کنن. وزیر خارجه قطر بره صحبت بکنه که خدا به این عاجز علیل کمک کنین، این شب جمعه است. این میشه سیاست مستقل رو شاه داشت. با یه تلفنش و یه اشاره فلان دولتی که یه خود زیادتر از دهنش حرف زده بود به عذرخواهی میافتاد. من بارها این ماجرا براتون گفتم. کاری که کامبیز آتابای توی کنفدراسیون نشست مال فوتبال کرد. به محض اینکه اسم مجهول خلیج علویدی در جلسه اومد بیرون، به التماس افتادن. کویتی‌ها رفتن خواهش کردن. نقشه رو عوض کردن. خلیج همیشه فارس رو زدن. کامبیز برگشت می‌کنه. این اقتدار ملی، این وطن پرستی و وطن دوستی. نه اینکه بیای دریای عمان و نصف خلیج فارس رو بدی به چینیا، پایگاه شاهرخی رو بگی به روسا. این استقلال نیست، این وطن پرستی نیست. متاسفم میگم حالا زندگی ما دست کی افتاد. حرفای جدید آقای خامنه‌ای هم شنیدنی بود که راجع به اندیشه و اعتقادهای دینی متفاوت غیر حکومتی خود رو بیان کرد. بیان نکرد. و اگه کسی نگه ما با ما مشکل داره. یعنی اگه خفه خون بگیری یک کلمه حرف نزنی که آقا ولایت فقیه بدعت نامبارکی است، کارتون نکنید. گفتی میشید محمد نوریزاد اون بلا رو به سرت میاریم و بقیه زندانیای دیگه، خانم محمدی و دیگران. گوش بدیم به سید علی. آیه قرآن این رو میگه. اینجور نیستش که ما با اینی که میگن جمهوری اسلامی سر ستیزه با همه دارن. آخر ما کسانی که با ما دشمنی نمی کنن، از هر دینی از هر مذهبی با اینا مشکلی نداریم، به اینا نیکوکاری هم می کنیم. تأکید اسلام مقابله با دشمنانه، کسانی که دشمنی می کنن، نه کسانی که دینشون با شما یکی نیست. در داخل کشور یه گروهی از این روشنفکر نماها سالها پیش، البته که گاهی اخیراً هم گاهی تکرار میشه، عنوان دگراندیش رو در مقابل جمهوری اسلامی قرار دادن. من در یه سخنرانی گفتم ما دگراندیش برای اون مسئله نیست. اندیشه شما دیگر، خوب دیگر باشه، چه اشکال داره؟ ما با اندیشه شما کاری نداریم. دشمنی نباید بکنید. قرآن روی دشمن و دشمنی کردن تکیه میکنه. اینی که در سوره ممتحنه میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده، لا
دوستی با اونا نکنید، اونا رو همراه خودتون و هم پیمان خودتون نگیرید، کسانی که دشمن من و دشمن شما هستن، هم دشمن خدا هم دشمن جامعه اسلامی هستن. یا اون آیه معروف و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخیل که در سوره انفال هست، این بعد دارد ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، این قوت ایجاد کردن، اقتدار ایجاد کردن، سلاح ایجاد تولید کردن و خود رو قدرتمند کردن برای این، این برای این است که ترهبون بهی عدو الله، دشمن رو بترسانید، این نیست که بحث غیر دشمن نیست. بنابراین تکیه اسلام بر مواجهه با دشمن 5 میلیارد جمعیت تو جهان هست یا بیشتر یا زر کمتر، و تو این وسط 100 میلیون شیعه، اینها هستن که خدا رو میشناسن و اون چه میگن درسته. عدو، عدو، دشمن، دشمن. ما با اون که بشینه تو خونش، پای منقلش، پای عرقش بشینه حال کنه برای خودش، ما با اون کاری نداریم. پولم در رو از راه ناسواب، نامشروع بهرم بگیره، همه که بس کاری بهش ندیم. زنان نابالغ رو بگیره صیغه کنه، نمیدونم پول بده بده به علم الخدا نماینده ویژه ما که براش خانوم بیاره، کارشون این شده دید. اینا رو ما کاری باشون ندیم. اگر نرگس محمدی وار، اگر گیتی پورفاز وار، چهار کلمه انتقاد کردن، پوستشونو میکنیم. عدو الله و عدو الاسلام، این تعبیر و تفسیر آقا از دشمن. 42 ساله دارن دشمن دشمن میکنن. چرا؟ به خاطر که این توفه های جدا بافته سر تا پا دروغن، سر تا پا فریبن، سر تا پا شالاتانیزمن و جنایت و دوست و دوز مملکت رو غارت کرد. حالا هم این نغمه ها رو دارم براتون ساز میکنه، داستان انتخاباتشون رو جا بیندازم، ولی واقعا کور خوندین این دفعه. مردم ما با هوشمندی انتخابات رو تحریم خواهند کرد. ببینید همین ندای نه به جمهوری اسلامی، البته نمیدونم سلیقه من بود که ای کاش 13 فروردین میومد همون موقعی که، ولی خب الان هم هست، ما هم ایران فردا استقبال کردیم و پیام رو مرتب خواهیم گذاشت تا شما هم ببینید. نکته که به نظر من میرسه، نه به جمهوری اسلامی، این یک ندای عامه، یک ندای همه مردم ایران. این ندای شما نگاه چند نفر این رژیم طرفدار داره، این سیاهی لشکر نمایش، از اینجا ورش میداره میره میزه اینجا، از اینجا میبره میزه اونجا، وقت توشون یه عده مطرب به اصطلاح هنرپیشه، کارگردان غیرم که پیدا کردن که بنیاد فارابی بهشون پول میده، از این قماش آدم هم دارن، حوزه هنری هم که بیچاره اون زم تلاش میکرد یه اعتباری بشه، اونم که انداختن دست کیا، نگاه کنین کیا هستن که حوزه هنری رو اداره میکنه، آقای مولوی سوابقش رو بدید ببینید، حوزه هنری رو اداره میکنه. و این در واقع به اعتقاد من حرفایی که آقای خامنه‌ای زد خیلی مهم، بار دیگر این حرفا رو گوش بدید و روش تأمل کنید، چه منظوریشون از دشمن داره و کیا دشمنه. تمام دیگر اندیشا دشمن رژیمن. ایشون خیلی به لطف میفهم، نه ما با دگراندیش کاری ندیم، 3000 تاشون تو زندانه، اینا همه دگراندیش. درنگ کوتاهی بکنیم. فرهاد جان عزیزم یادش بخیر و اسفند جان که عمرش دراز باد، میشنه واقعا زیباست، آدم وقتی این ترانه رو بیاد میاد در چه فضایی اونجا این ترانه خوانده شد و چه استقبالی از این ترانه شد، یادش بخیر. خب روزهایی بود که قدرش رو ندونستیم دیگه، قدرش رو ندونستیم. اسفند چه طرح قشنگ. اسفند جان بازم میگم دوست قدیم و عزیز من هستی و
تولدت مبارک. رضا شاه کبیر و بزرگ، تولد شما هم بر پیشانی تاریخ نوشته شده و همیشه مبارک. باری آقای احمدی نژاد کم کمک حالی شده که در بازی انتخابات راه نخواهد. احتمالم داره یک بازی دیگه براش در آورن و یه بی‌آبرویی براش انجام بدن که زیرابشو برای همیشه بزنه. سید علی آقا نقشه دیگری داره، من براتون گفتم. ببینید یه بار دیگه تکرار میکنم، داستان آقای سید محمد استعفاش قابل تعامل. درباره این آدم من چند نکته لازمه براتون بگم. این سید محمد برای مردم ناشناس بود، با وجود اینکه این حضرت خب از اون اولش در واقع من یادم هست که این آدم از اول که اومد آدم رزمنده و رزمجو نبود. این آدم وقتی که اومد روی کار از اول در واقع کار اداری میکرد، دنبال کار اداری. وقتی رفت به قرارگاه خاتم الانبیا، میدونید قرارگاه خاتم الانبیا دکون پول بردن و جمع کردن و دزدیدن سپاه، یکی از مهمتریناش. پروژه هایی که میگیرن 10 برابر هزینش پول دریافت میکنن و از این کارا. الان هم اگر میبینید که سید حسین هوشی سادات رو بردن، برای که اینم یکی از این دزدای سرگردن است که در دفاع غیر عامل با جلالی اینا افتادن اونجا و میلیون ها دلار پول گرفتن برای که برای سید علی آقا یک تشکیلات کامپیوتری درست کنن، هک کردن و دزدیدن و از این کارا به کارشون. به هر حال این آقا یه دکترا هم نیاز داشت، ولی یه دکترا براش میذاشتن. احمدی نژاد هم دکترا داشت، اگه یادتون باشه دکترای چیز بود، دکترای اگو، دکترای چاهای عمیق توالت و غیره و غیره که ایشون دکترا شدش کار نداره. ایشون هم دکترا داره بر به اصطلاح اعتبار بیشترش روی همین چاه و جاده و قنات و از این کار هست. گفتن آدم تکنیشن هم هست، ملت هم احتیاج داره الان به یک عده، یک دولت تکنوکرات که بتونه این دولت بیاد و کارا رو انجام. آقای محمد رو هم آوردن یک منصب مستشاری، مشاور فرمانده کل سپاه. منصب مستشاری بیش از آن که نظامی باشه سیاسی. ادوایزایی که اومیده در واقع ادوایزای سیاسی. خب اعلام هم کرد که من نامزدم، اما این تک تنها نیست. احمدی نژاد الان داره مشاهده میکنه که اینا 2-3 تا احمدی نژاد تو جیبشون گذاشتن، تو جیب عباشون یا قباشون، دارن دونه دونه در میارن. این یکیشونه. آقای باقری دوم دکترا هم داره، عنوان دکترا که آره تو این جمهوری ملت‌فقیه دانشگاه نمیدونم یارغوزآباد همینجور دکترا دارن میدن چپ و راست. در کنار اون حاج عزت هم امروز دیدی، حاج عزت داره نمایشش رو بازی میکنه. قالیباف شوت، لاریجانی ها بیرون. وقتی لاریجانی ها رو من فکر میکنم تا 2 سال، 1.5 سال پیش 2 برادر 2 قوه مقننه و قضاییه دستشون. آقای خامنه‌ای در وحشت گرفتش، به خصوص زمانی که شاهرودی هم رفت. نشست فکر کردید اول باید پوزه لاریجانی ها رو به خاک. از اول انقلاب بودن، به هر حال با خانواده مطهری مرتبطن. اون یکی با آقای وحید خراسانی که در زنشی. و بنابراین به 2 ستون روحانیت و اسلام انقلابی ناب محمدی مطهری و اسلام سنتی دلنگران ظهور تصویر عکس حضرت عباس در صدا و سیما، این را با پیوند دارن، هم سنتیشو دارن هم انقلابیشو. خب ریشه را از کجا زدن؟
اول محمد جواد داستان ویلاش رو که ریختن بیرون توی آمل و خونه هایی که داشتن و لواسان و جاهای دیگه کردان و غیره، اینه که محمد جواد پر سود، محمد باقرم به داستان داروهایی که خریده بودن و درصدی گرفته بودن، ایشون هم تا حدودی سود. با خانم فاطمه هاشمی مسئولیت بیماری‌های غیر به اصطلاح طبیعی، بیماری‌هایی که حالا انواع اقسام اسم هم برش گشتن، مثل ایدز، مثل هیپاتایتیس، بیماری‌هایی که در جامعه گسترش آنچنانی نداره ولی برای علاجش هزینه‌های سنگین باید کرد. و همین مسئله یک منبع درآمدی شد بود. بعد اختلاف شدید بین فاطمه خانم هاشمی و آقای محمد باقر در گرفت و به هر حال بعد اومدن سراغ علی. علی رم اون داستان تو مدرسه و اون درگیری و دعوا رو راه انداختن. علی هنوز مطمئن بود که ریاست جمهوری با اوس و آقای خامنه ای اون اظهار دوستی و محبتی که داره بر سرخوشاش با اینکه در یکی از این مراسم عید قربان علی آقا متوجه شد که از چشم افتاد. آقا دیگه اون آقا نیست و اندک اندک احساس کرد که یه مدت بره بیرون، تو مجلس نرم، در حال که میتونست بره و رئیس مجلس هم بمونه، اما اومد بیرون. با قالیباف هم اینا با هم دوستان نزدیک بود. خب قالیباف اومد جای او در مجلس نشست با این حساب که علی آقا برای ریاست جمهوری بیاد. اما وقتی قالیباف برای ریاست جمهوری هم آماده میشه، شمخانی هم به نوعی داره میاد، به ظریف هم قولهایی دادن، سعید محمد هم که جای خودش داره، دهقان هم امیدواره، دیگه براش مشخص شد که در این میکده جایی برای اون و او رو کنار داشته. به همین دلیل الان که شما میبینید حاج عزت میاد بلبل زبونی میکنه یا این داستان یا احمدی نژاد میزنه به سیما آخر، به دلیل اینه که اینا هر کدوم تو حساب کتابای خودشون به نکاتی رسیدن. احمدی نژاد دریافته هدف زدن زمینشه، حتی احتمال داره بکشنش، میاد حرفای میزنه که از او انتظار نمیره. گوش بدید به این حرفاش. یه عرض لو باش سازماندهی میکنن، حتی مسلح میکنن. کی از اینا استفاده میکنن؟ زمانی که مردم یه اعتراض معقولی دارن، اعتراض حقی دارن علیه این طبقه اشراف، اینا میان آتیش میزنن، درگیری درست میکنن، بلوا درست میکنن، زمینه های برخورد خشن با مردم معترض رو فراهم میکنن. در انتخابات 88 به طور جدی و آشکار با نقش و اقدام سازمان یافته این باند امنیتی ما مواجهیم. من شخصا عملکرد اونها رو رصد میکردم. ایشون رصد میکرد، اما اوباش در اون زمان در کدوم جبهه بودن؟ آقای موسوی، خانم رهنورد و کروبی که اوباش نداشتن. اوباش در جبهه آقای احمدی نژاد بود، اون موتور سوارا، اینا که فدایی آقا هستن. اما حالا احمدی نژاد میفهمه ای داد، داستان داره برای خودش تکرار میشه. این دفعه اون دفعه جبار ستمگر بود، حالا مظلوم شد. حالا من اسرار میریزه بیرون. یادتون باشه در داستان به قتل رسیدن سعید کریمیان نازنین، ایگونه که براتون گفتم یه بار سعید خیلی بزرگ شد، سعید مردوک شده بود برای خودش، سعید داشت 40 کانال داشت. همین الان شما نگاه کنیم اون تو این کانال دیگه دست سپاهه، به نوعی دست سپاهه، ولی سعید اندیشه های دیگری داشت، کانال ورزش، کردی، اردو، عربی، کانال های متعدد، سینما، نمیدونم سریال، کانال ترکیه استانبولی، همینجوری چندین کانال زد. بعد از طرف آقای احمدی نژاد کسی اومد با صحبت کرد که
تو به یه کانال سیاسی بزن، یه قدم به پول میدیم، تو این کار وارد شو، سر انتخابات بچسب به ما، 30-40 کانال تو در اختیار ما بگذار. سعید برای من یک، خیلی هم میترسید از این چیزا، برای من یک مطلبی نوشت از طریق اسکایپ، هنوزم دارمش. من نوشت آقا ما بخواییم بیم توی این سیاست، نظرت چی؟ من برای شدم سعید جان تو بسیار موفقی در کار، در کار انترتیمنت، ورزش، در کار بعد تو داری برنامه تاریخ میذاری، داری چیزای دیگه میکنی. خیلی اتفاقا به من گفت من دلم میخواد که این آقای ناصر شاهین‌پر شما رو ببینم و قرار بر این بود که یه بار دیدار که اتفاق افتاد. به هر رو گفتم نکن این کار، کار تو نیست، تو مرد این میدون نیستی، اما مرد میدون هنری، مرد میدون ورزش، مرد خال خبرم بیا درست کن، یک شبکه خبر درست کن و کارهای خبری هم بکن، ولی تو کار سیاست نرو، نرو. اما چون مدیون شده بود، دسته مخالف که دیدن مال سپاه پاسداران که در احمد نژاد دم در آورده و برنامه میخواد بریزه، اومدن سراغ سعید. اول پیغام دادن، بعد اومدن سریع نشستن روبروش، به تو برعکس بعد کانال سیاسی رو بزنی مطابق میل و اراده ما، ما چیزی که میگیم پخش کنیم. با سعید به من تلفن گفتم سعید جان نرو تو این بازی، تو هر کدومشون بری بازنده ای تای قضیه. من یه همکاری داشتم که اون زمان رفته بود و با سعید کار میکرد، خب آدمی بود فنی، کمی کارها رو میدونست به تلویزیون، قبلن هم قبل زدی بیاد پیش من به مدتی که سعید در لندن پخش میکرد باش کار میکرد. یه روز به من تلفن زد گفت آقا من خیلی نگران سعیدم، آدم های عجیب غریبی میان دیدنش، آدم های اصلا نمیخورن بهش. به هر رو به این راحتی از بین بردن. چرا؟ چون فکر کرد رژیم احمدی نژاد داره یک 30 تا شبکه رو در خدمت. حالا این داستانی که الان دارید از احمدی نژاد میشه یه مقدارم به خاطر ترسی، واقعا ترسی. اما برگردم به نکته دیگر، برگردم به نسلیم بانو زاهد. اینا اومدن گفتن ایشون آزاد شد، اما بلافاصله برش پرونده دیگه درست کردن و حکم 5 سال دیگه میخوام بدن و 3 سال اجباری و غیره و غیره. چرا؟ چون انگلیس ها 400 میلیون دلار بهشون نده. آقای جانسون نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون با آقای روحانی تلفنی صحبت گفت خانم داغری رو آزاد کنید، چون میدونی او از طریق همسرش بریتانیایی شد، فرزندش هم انگلیسی بریتانیایی، و دولت جمهوری ولایت فقیه هیچ اتهامی به او نتونسته ببنده، هیچ اتهامی ثابت نشد و این بانوی بیگناه در آتش شد و آتش بر او گلستان شد. زجر کشید اما سرش بلنده که نه جاسوس بوده نه کاری علیه که سرزمین مادریش کرده، و رژیم جهل و جور و فساد و آدم کشی، این رژیم اومده او بی گناه به زندان انداخته که تصویب حساب مالی بکنه و اینگه او ایش نقشی نداشت. من براتون هم قشنگ داستانش رو گفتم. یه پروژه بی بی سی داشت، وقتی میخواستن تلویزیون بزنن یه ده جوانای با استعداد که بعضا براشون تو رادیو کار کرده بودن، اینا رو آوردن ترکیه مصاحبه کردن، دوره برای اون با استعدادها گذاشتن و بعدم ترتیب سفرشون رو بنویسن. نسرین زاغری کارش فقط بلیط هواپیما گرفتن بود و اتاق هتل رزرو کردن برای اینا و ترتیب انتقال و ویزا و غیرشون رو بده بنویسن. این کار اسمش جاسوسی نیست، این کار تدارک امور قانونی یک مجموعه رو دادن هست. ولی این رژیم جائل دروغ زن، نزار زکا لبنانی بزرگ به من میگفت واقعا معاون رئیس جمهوری ایران منو دعوت کرد،
سه دفعه هم قبلا رفتم. رفتم ایران، خیلی هم محترمانه این خانم از من پذیرایی کرد، مهمونی دادم برای ما، کنفرانس داشتیم، جلسه داشتیم مثل دفعات قبل. موقع اومدن تو فرودگاه منو گرفتن، یه تو جاسوسی، میگه بلایی که سر من آوردن و کسایی رو که تو زندان من دیدم نشون داد برای من کثیف‌ترین آلوده‌ترین رژیم در جهان رژیم جمهوری اسلام. و من این اومدم تو لبنانم با صراحت میگم ترسم از حزب شیطان ندارم. حزب شیطان نوکرای این رژیم جهل و جور و فساد، بنابراین برای من ارزشی نداره. ولی اینا این زجر رو به من دادن در ایرانی که دوستش دارم، هنوزم دوستش دارم. یک چیز جالب دیگه براتون بگم. فکر کنید که یک حالی دبرس ایرانی آمریکایی و باربارا اسلاوین از اعضای اندیشکده شورای زهرمار حالا نوکرای جمهوری ولایت فقیه شد. باورتون نمیشه. فقط دختر جواد آقا نیست، بقیه را نگاه کنید. Some lifestyle features which are much more liberalized now than they were before. Holly and I first met in 2013 and I went to have dinner with her and her parents, and it was in North Tehran. It was very hot. It was August. And it was dark. It was at night, and she came to greet me. She didn't have a scarf on her head, and I soon realized that even in 2013, most of the women in North Tehran, particularly at night, were not bothering with a scarf. I've tweeted about this on social media. I've seen pictures of girls in Tehran. Right now the style is that you wear an extremely long manteau, but you leave it open. And so there's girls that have been bearing their midriffs, and then if they see somebody coming their way, it's just like, okay. Nobody's going to see that. And again, a lot of people like to talk and say, well, this is just a Tehran thing. But this is happening in Isfahan. This is happening in Shiraz. But it's not just a North Tehran construct in the Islamic Republic. And خوش گذشته. اصفهان و تهران هواش داغ بود و خونه خانم رفتیم، خیلی حال کردیم و واقعا من شگفتی زده میشم. اینا از خودشون شرم نمیکنن؟ واقعا شرم نمیکنن از خودشون وقتی فریادهای زنان آزاده ایرانی رو میشنوند، وقتی اینو میفهمن که گیتی پورفازل دو معنونش تو شوهرش در گذشته او رو بمیدن برن زندان، محمد نوریزاد در حال مرگه و اینا میشنن جمهوری ولایت فقیه رو بزک میکنن. شرم بر همه شماها. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوریزاده تا فردا. همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.